اما در حضور مهمانان گرانقدر و ارجمندی هستیم از همیهنان عزیز مسیحی و آشوری ما. در کنار من جناب آقای یوناتن بت کلیانش هستند، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی. قربان، خیلی خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. سال نو مبارک. خیلی ممنونم جناب شهرام. انشاءالله سال پر خیر و برکت و سالی پر از خوشی باشه براتون. ممنونم از محبتتون. امیدوارم این سال برای همه جهان سالی پر از صلح و صفا و صمیمیت باشه و سال موفقیت کشور عزیزمون ایران. انشاءالله. درود بیکران بر شما. و در کنار آقای بت کلیا جناب آقای ایمیل ملک نشستن که رهبر گروه همسرایان آشوری هستن. خیلی خیلی خوش آمدید قربان. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شما چقدر خوش تیپین قربان. سال نو مبارک. مرسی. خیلی متشکرم. درود بر شما. خیلی ممنونم از شما و گروهتون. و در کنار ایشان جناب آقای سارگن رامشک نشستند که عضو هیئت مدیره انجمن آشوریان هستند. قربان، خیلی خوش آمدید. تشکر. من هم به نوبه خودم تبریک میگم عیدو و امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم انشالله. برای مملکت انشالله سال بسیار خوبی برای همه همیهنان عزیزمون باشه. و در کنار ایشان جناب آقای ژاک خسرو آبادی نشستند که ایشان هم عضو هیئت مدیره انجمن آشوریان هستند در ایران و هم از افتخارات ایرانی هستند. ایشون سرممیز سیستم‌های مدیریتی هستند و تنها سرممیز ایرانی ثبت شده در 3 سیستم مدیریتی کیفیت، زیست محیطی و ایمنی هستند از سازمان IRCA که حالا خودشون بیشتر توضیح خواهند فرمود. قربان، خیلی خوش آمدید. سال نوتون مبارک. تشکر میکنم. من هم به نوبه خودم تبریک میگم این سال رو برای همه ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن، به خصوص همیهنان مسیحیمون و آشوریان، و امیدوارم سالی باشه تو هم با صلح و صفا و موفقیت برای میهن عزیزمون ایران. درود بر شما. قربان، یه توضیح کوچیکی هم درباره این سازمان IRCA بگید. حالا شاید بهتر باشه راجع به اصلا سرمایه‌گذاری و اینا صحبت کنم. همینطور که مستحضرین، سیستم های مدیریتی در دنیا به منظور همون روند جهانی شدن دارن یک پارچه و یکسان میشن. استانداردهای بین‌المللی برای این سیستم ها هست که دو تاش رو سازمان ایزو صادر کرده و یکم توسط یک گروه کاری به اسم اوساس ایجاد شده که در رابطه با ایمنی هست. استاندارد ایزو 9001 برای کیفیت و استاندارد ایزو 14001 برای سیستم مدیریتی زیست محیطی و اوساس 18001 برای ایمنی. طبیعتاً برای اینکه سازمان‌ها اثبات بکنن که این استانداردها رو در خودشون پیاده کردن، لازم هست که افراد مستقلی و سازمان‌های مستقلی روی اون صحه بذارن. این افرادی که این کار رو انجام میدن ممیز و سرممیز هستن. طبیعتاً خود این افراد هم باید تایید صلاحیت بشن که آیا توانایی این کار رو دارن یا نه، و معتبرترین سازمان ثبت ممیز و سرممیز در دنیا یک سازمانی است به اسم IRCA که در انگلیس هست، و کسی که تو این سازمان ثبت بشه عملاً در همه دنیا میتونه به عنوان یک ممیز یا سرممیز نقش خودش رو ایفا بکنه. و من همین افتخار رو دارم که تنها ایرانی هستم که در هر 3 تا سیستم سرممیز هستم. البته ایرانی‌های دیگه ای هم داریم که در مثلا فکر می‌کنم 22 تا ایرانی در 9000 ثبت هستن، اگه اشتباه نکنم 4 تا در 14000 و 2 تا در 18000، ولی در 3 سیستم فقط من هستم. درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوشحالیم از زیارت شما و خیلی خوشحالیم که یک هممیهن مسیحی و آشوری ما این افتخار رو به دست میاره. سپاسگزارم. اما دوستان عزیز، هممیهنان مسیحی ما در این شبهای سال نو حال و هوای عجیبی دارن، مخصوصا در محله هایی که مسیحیان می نشینن، مثلا شهرارای تهران، مثل خیابان ویلا، مثل مجیدیه، مثل میدان سریا در خیابان نظام آباد. اینجا که دوستان عزیز مسیحی ما می نشینن حال و هوای عجیب داره. فروشگاه ها اقلام شب سال نو رو ارائه می کنن و جنب و جوش خیلی جالبی است. اجازه بفرمایید که گزارشی که دوستان ما در مورد شب سال نو تهیه کردن با همدیگه ملاحظه بکنیم درباره خرید همیهنان مسیحی مونه. ملاحظه بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
سالات مبارک. انشالله که سال خوبی داشته باشید. عیدتون هم مبارک باشه. میلاد حضرت مسیح علیه السلام. اومدی چیکار الان؟ کادوهای یه سوال خیلی سخت. اومدین الان اینجا چیکار کنین؟ این رسمه که کادوهای سال تحویل رو از الان شروع میکنیم به خریدن که وقتی که سال وارد سال جدید میشیم این کادوها رو از زیر درخت کاج به هم دیگه به خانواده به دوستان. فرمودین که خارج از ایران زندگی میکنید، چند ساله؟ من 21 ساله هم. برنامه دیار آشنا رو ببینید. اون برنامه با آقای شهریاری هست. دقیقاً. چجور برنامه دیگه؟ برنامه خیلی قشنگیه. موسیقی ایرانی اگه یه ذره بیشتر بذارن خیلی علامنده موسیقی ایرانی هستن. از بابا نوئل تا حالا کادو گرفتی؟ صد بار. چی میشه یه دفعه بابا نوئل از شما کادو بگیره؟ چی میشه؟ چرا؟ یعنی اینقدر موجود دوست داشتنیه برای شما؟ همه کادو داده به داخل یه بارم ما کادو بدیم بهش. فکر میکنین عجیب نمیشه بابا نوئل از آدم کادو بگیره؟ عجیب نیست. چطور اون به ما کادو میده؟ ما هم بهش کادو میدیم. بابا نوئل چقدر دوست داری؟ خیلی. خیلی. تا حالا شده یه آرزویی بکنی بابا نوئل بهت جواب نده؟ نمیدونی. شده اصلا یه سالی از بابا نوئل کادو نگیری؟ نه. همیشه گرفتی تا حالا؟ برای درخت کریسمس هم چیزی میخرم، از این گویا میخرم. علت خاصی داره یا نه؟ علت خاصش هم اینه، برای طعمه و برای خوشحالی دلمونه که خوشحال میشیم با این. در سال نو میلادی انشاءالله هر جایی که جنگ صلح حاکم بشه، هر جایی که ناآرامی است آرامش حاکم بشه و انشاءالله یک وضعیتی پیش بیاد تا پیروان تمام ادیان الهی در کنار هم به خوشی و خرمی و در کمال دوستی روزگار بگذرونن. جناب آقای بتکلیا، اولین کریسمسی که یادتون میاد از دوران کودکی مربوط به چند سالگیتون؟ فکر کنم 6 سالگی. 6 سالگی. اون موقع بابا نوئل به خونه شما میومد؟ ما تو ده زندگی میکردیم. اون زمان روستای گوچتپه ارومیه. خب اونجا بودیم، یعنی حالت بابا نوئل نداشت. فقط سعی میکردن میگفتن از تاخچه های خونه ها کادو براتون میاد. خب نمیفهمیدیم چی هست. میآوردن آویزون میکردن. حالا یکی از بزرگان خانه میرفت از پشت بام کیسه هایی را آویزون میکردن برمیداشتیم. خوشحال میشدیم با دیدن اونا. بعضی از این هدایا هم توی جوراب میندازن ها؟ یه حالت کفش مانندیه درست میکنن. در حقیقت معمولا هم قرمز رنگه. کادوها را تو اونا میذارن که بخوره به لباس بابا نوئل. بله خیلی خوب. جناب آقای امیل ملک، شما بفرمایید اولین کریسمسی که یادتون میاد مربوط به چند سالگیتونه؟ من هم همون دوران بچگی بوده، کنم 6-7 سالگی که منتظر بودیم صبح پاشیم بلا فاصله بریم زیر درخت، چون کادوها رو موقع زیر درخت میذاشت. بله. شب هم یه ذره لای در رو باز میذاشتیم که بابا نوئل بتونه بیاد. بتونه بیاد تو. بله. یه خاطره دارم یادمه که گفتم یک شب بیدار میمونم تا بابا نوئل رو ببینم. جامم انداختم زیر درخت ولی متاسفانه خوابم بود. بله. قربان شما چی؟ بنده هم تو همین سنین بودم. ما تو شهرستان، شهر همدان من به دنیا آمدم. اونجا از مدرسه ما رو میبردن کلیسا روز شب کریسمس. همه حتی بچه های دیگه، بچه های ایرانی رو، خود ماها رو، آشوری ها رو، همه رو میبردن. بعد ما رو بردن کلیسا. اولین بار بود من اونجا بابا نوئل رو دیدم. خب یک کسی رو لباس میپوشوندن. به قدر این صحنه برای من هیجان انگیز بود. بعد نمیدونستم که یکی از فامیلای خودمون این نقش رو داره بازی میکنه. من خالم لباس پوشیده بود، شده بود در نقش بابا نوئل. بعد که فهمیدم، بزرگتر که شدیم فهمیدیم، خب در اون لحظه ها، در اون سنی خیلی جالبه برای آدم اون صحنه ها که از یک
کسی به این شکل کادو میگیره و فلان. من این خاطره رو دارم. بله درود بر شما. آقای خسرو‌آبادی شما چی؟ بابا نوئل هیچ وقت به خونتون اومد؟ والا تو بچگی نه حقیقتش. منم مثل آقای بتکلیا تو یکی از روستاهای مسیحی نشین آسوری نشین زندگی میکردم و یادم 4 سالم بود. ما موقع رسممون این بود که شبها زیر بالش میذاشتن کادوها رو و عرض کنم به خدمتتون که من هم مثل امیل البته فکر کنم 7-8 سالم بود یه بار عزم کردم که بیدار بمونم ببینم که این کیه داره این کادوها رو میذاره، ولی هیچ وقت نتونستیم بفهمیم آخرش. ولی الان که خودمون مسئولیت کادو گذاری داریم یه چیزایی داره حالیمون میشه. الانم بابا نوئل میاد. آره خب الانم بابا نوئل میاد کماکان. بله الان برنامه‌ای داریم خاص، خود انجمن تدارک میبینه، گروه جوانان وابسته به انجمن هامون بابا نوئلی را تزیین میکنن و میفرستن در خونه های مردم، سعی میکنن ببرن و میرن بچه ها میبینن بابا نوئل وارد خونه ها میشه که خودش یک فضای خیلی خوبی را برای همه ایجاد میکنه. اولین بار چه کسی تبدیل شد به بابا نوئل؟ اصلا بابا نوئل سمبل کیست در مسیحیت؟ بابا نوئل یه فردی به نام نیکولای بوده. بله. انگلیسی بود ایشون. فردی بوده که کمک‌هایی را انجام می‌داد برای مردم. یعنی سعی می‌کرد هدایایی را از مردم مستمند می‌گرفت برای اونهایی که احتیاج داشتن، کمک‌هایی را جمع‌آوری می‌کرد، می‌داد، می‌برد در خونه‌های مردم برای اینکه یک فرقی داشته باشه. لباس‌های عجیب غریبی می‌فروشید و راه می‌افتاد با سرتمه‌ای که داشته و می‌برده در خونه. بعد تا بعد از اینکه ایشون می‌میره سعی می‌کنن اینو حفظ بکنن و تبدیل میشه، لباساشو عوض می‌کنن، این لباسایی که امروزه بابا نوئل می‌پوشه اینا رو تنش می‌کنن و رسم می‌افته میره، یعنی تا امروز هم ادامه پیدا کرد. بله درود بر شما. اشتباه نکنم قرن 7 یا البته مطالعاتی که من داشتم جناب آقای بتکلیا این لباس ها همه از این لباس قرمز رنگ بابا نوئل و حتی پاپ از ایران رفته و از دوران میترائیزم هنوز هم به اون کلاه قرمز رنگ بالاترین مقام کلیسا میگن میتره که از ایران و از دوران میترائیزم گرفته شده. آقای امیل شما لطف کنید درباره سرود بعدی ما یه توضیح بدید. بشنوید فرشتگان آسمانی. بله. ما برای امشب بچه ها یه چند تا سرودی که به هر صورت بتونیم پیام محبت مسیح رو به تمام مسیحیان به خصوص آشوریان ارسال بکنیم، چند تا آهنگ در همین زمینه آماده کرده بودیم که اولینش که شنیدین در توسط یکی از آهنگسازان آشوری آقای پولس خفری آهنگساز فقید آشوری هستن، خدا رحمتشون کنه، این رو نوشته بودن، شعرش رو و تنظیمش رو حتی توسط خودشون انجام شده بود. آهنگ بعدی یک آهنگ هست که توسط مندلسون نوشته شده، آهنگ بین المللیه، همه جای دنیا به زبونهای مختلف این اجرا میشه که یک شعر آشوری روی این گذاشته شده و بچه ها این رو براتون اجرا میکنن. خواهیش میکنم. به آشوری اسمش چی میشه؟ شمیمون اسکروت. بله. یعنی بشنوید فرشتگان آسمان. به به. خب یک کمی از شعرش هم برای ما ترجمه بفرمید. بله. کار سختی خواستم. آقای بشنو بشنو هاتف سرایت بشنو هاتف. البته آقای سرگون خودشون عضو کور ما هستن که الان اینجا نشستن، ایشون باس میخونن به خاطر همین شعر رو ایشون حفظن. بشنوید در واقع لشکرهای آسمانی، منظور همون فرشتگان هست. بله. که اون موقعی که مسیح به دنیا اومد فرشتگان ظاهر شدن بر شبانان در بیابانها و این سرود رو سرودن که پادشاه آسمان وارد جهان شد و به دنیا اومد و این مژده رو میدن. این بر اساس اون ساخته شده و به این صورته که فرشته ها دارن میخونن برای چوپانان که مسیح به دنیا اومد، مژده اومدن مسیح رو. بله بله درود بر شما. بشنوید فرشتگان آسمان.